خدا که نام علی در اذان ماست، ما شیعه ایم و عشق علی هم از آن ماست. 20 روز از ماه مبارک رمضان از تحریریه و استدیوی پارسا با شما هستیم، از شبکه اینترنتی مردم خبر. ایام شهادت و سوگواری مولای متقیان رو به همه کاربرای اینترنتی به خصوص عاشقان ولایت تسلیت عرض می‌کنیم و با شما هستیم تا سوژه های داغ کانال های ارتباطی رو پی بگیریم در 5 روز از خرداد ماه. امروز یکی از سوژه های داغ کانال های ارتباطی شده موضوع معلما. معلما شدن یکی از داغ‌ترین موضوعاتی که توییتری ها به دنبال افزایش حقوق و برنامه های حقوقیشون هستن، پیگیر هستن این قضیه رو. به خاطر همین توییت زدن که فرهنگیان نقره داغ شدن، گفتن که مبلغ 400 هزار تومانی که تو فیش فروردین ماه به دریافتی فرهنگی اضافه شده بود تو اردیبهشت ازشون کسر شده. اما این موضوع رو معاونت برنامه ریزی آموزش و پرورش توضیح داده و توییت زدن که افزایش حقوق فرهنگیان اعمال شده، این 400 هزار تومانی که کسر شده بابت همون اعمال افزایش حقوقیه که توی اردیبهشت ماه بهشون پرداخت شده. افزایش حقوق 400 هزار تومانی که توی فروردین ازشون کسر شده برای صندوق بازنشستگی ازشون کسر شده و براشون توضیح دادن که مثلا اگه 700 هزار تومان به حقوقشون اضافه شده باشه، فروردین و اردیبهشت 1400 به حقوقشون اضافه شده. این 400 هزار تومانی که کسر شده مال فروردین، این علل حساب برای صندوق بازنشستگیه. اما خب بازم گلایه هایی داشتیم توی توییتر، گفتن که نرخ افزایش حقوق از تورم واقعی و حاکم بر بازار کمتره و هیچ وقت افزایش حقوق برابر با تورم اعلامی نبوده. این از گلایه های توییتریه که مطرح شده، ولی سوژه‌ای بوده که به هر حال پیگیری هایی داشته که توضیحات آقای برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی آموزش پرورش هم در این خصوص توییتری ها رو قانع کرده. یه سوژه دیگه، سوژه‌ای که آقای نوبخت ازش خبر داده، خبر دادن که قرار ربیعی سخنگوی دولت بشه، اونم تمام وقت بدون اینکه هیچ سمت دیگه‌ای توی کابینه داشته باشه. اینم یکی از موضوعات داغیه که توییت آقای نوبخت اونو اعلام کرده و باعث شده که واکنش‌های توییتری داشته باشه. آقای زرقامی در این خصوص توییت زده، گفته که به ربیعی گفتم که فداکاری تو برای پذیرش سخنگوی دولت از جنس روحیه نازیابادیه. اینم یکی از توییت هایی بوده که لایک خور داشته و مورد توجه توییتری ها واقع شده. اما توییت هایی که کاربرای دیگه در این خصوص زدن این شکلیه. یکی گفته دولتی که هیچ حرفی برای گفتن نداره سخنگو به چه کارش میاد. یکی دیگه توییت زده و از قانون پایستگی وزیر توی دولت گفته که مثلا شریعت مداری رو از وزارت سمت برمیدارن میارن میکننش وزیر کار و ربیعی هم از وزارت کار استیضاح میشه میذارنش سخنگوی دولت. اینها واکنش های توییتری به این قضیه بوده. اما صحبت های رئیس جمهور تو جمع اهالی رسانه که میگه از رنج و مشکلات مردم خبر داره، اینطوری تو توییتر شنیدنی شده: تمام رنج ها و سختی ها بر دوش مردمه. ممکنه شما بگید که آیا شما از رنج مردم خبر داری؟ من میخوام بگم که حتما خبر دارم. دلیل دارم من. دلیلش اینه که بیشترین رنج را حقوق بگیران ثابت اون رنج رو میبرن. همونایی که من باید آخر ماه حقوقشون رو بدم یا کارفرما رو باید حقوقش بده، که من اول سال تعیین میکنم این حقوق چقدر باشه و میبرم مجلس یا در شوراهای مربوطه و تصویب میکنم. و میدونم اون قسمت هایی که از لحاظ اقتصادی بسیار در فشار هستن، مثل کمیته امداد، مثل بهزیستی، با مسئولین اونها مرتب در تماس هستم و از اونها میپرسم و بودجه اونها در اختیار دولته و من میدونم چجوری زندگی اونها اداره میشه. پس این حرف درست نیست که ما تو روزنامه ها درد مردم رو بگوییم تا رئیس جمهور بفهمد که درد مردم چقدر است. رئیس جمهور میدونه، اعضای دولت هم میدونن
و دولت من شاید یکی از دولت‌هایی باشه که خیلی در میان مردم وزرا معمولا مقامات استاندارها در جمع مردمان آخر هفته میرن تو شهرستان ها میرن تو جمع مردم میرن حرفای اونا رو میشنون. سوژه های داغ اینترنتی ادامه داره، همچنان با مردم خبری آنلاین بمونید.